از تاکسی پیاده شد، الان سوار نیسانه. ما داریم تعقیبش میکنیم. چه خبر؟ با نیسان داره میره. دیشب رادیو به کار گذاشتیم. با کسی تماس نگرفته؟ هنوز نه. شاید هم با کسی قرار گذاشته، ما بی اطلاعیم. رئیس اومده راسته عمده فروشه کنسرو. یعنی چی؟ یعنی نمیدونه بارش چیه؟ قطعا میدونه. دختره این کاره نیست، به خاطر پول بیمارستانه. او میخواد جنسا رو بفروشه و اگه این اتفاق بیفته همه چی تمومه. پول بیمارستانو میدیم، میگیم یه آدم خیر اومده هزینه رو پرداخت کرده. شما زنگ بزن به موبایلش. آقا سید، شما زنگ بزن بیمارستان. زود بشید تا دیر نشه. بفرمایید. سلام خانم نوروزی، من سمیه ام، از بیمارستان تماس میگیرم. طوری شده؟ نه نه، یه آدم خیر پیدا شده و حاضر هزینه‌ی بیمارستان همسرتون رو بده. اگه میشه سریع تشریف بیارین اینجا. واقعا؟ بله خانم نوروزی، لطفا سریع تشریف بیارین. بله بله چشم، حتما. چی شد فروزش؟ برگشت سوار ماشین شد، راه افتاد. به خیر گذشت. جناب سرهنگ، تلفنش داره زنگ میخوره. جناب سرنگ، دختر از نیسان پیاده شد. خب الان جاشو با کاوه عوض کرد. رئیس، دختره با ماشین کاوه و کاوه با نیسان راه افتادن. دستور چی میدیم؟ فروزش، تو نیسان رو تعقیب کن با احتیاط. ببین فروزش، گفتم با احتیاط. بله بله. سروان احمدی، شما برو بیمارستان قبل از اینکه دختره برسه. باشو درو بشم. اگه لازم دیدی آره. چشم. آخه چجوری ممکنه یه نفر یه همچین پولی رو بده؟ دیگه پرداخت شده خانم، شما اینجوری امضا بزنید. حالا شما چرا ناراحتی؟ نه ناراحت نیستم، فقط میخوام بدونم اون کی بوده. من بودم خانم. شما؟ سلام. سلام. من پول بیمارستان همسرتون رو پرداخت کردم. خیلی ممنون. فقط میتونم بپرسم چرا؟ ببینید، بیمارستان در رابطه با یه سری موردهای خاص مثل مریضی همسرتون با ما تماس میگیره. ما فقط به وظیفه‌مون عمل میکنیم. کار پیچیده‌ای نیست. خیلی ممنونم. خدای شالا خیرتون بده. فقط میشه به من بگین چجوری میتونم جبران کنم؟ نیازی به جبران نیست، فعلا با اجازه. رئیس داره میره به سمت انبار قدیمی. فکر کنم میخواد نیسانو بذاره سر جاش.
منو میشناسی؟ نه آقا. من نارسیسم. جا خوردی ها؟ از کجا گیرش آوردی؟ دم خونشون به پا گذاشتم، داشت میپرید پراشو چیدم. ای بابا مگه این کبوتره؟ نه مثل من، مثل تو آدمه. دستاشو باز کن. بله. آروم. خب از کاوه چقدر پول گرفتی؟ 100 میلیون. 100 میلیون؟ میبینی؟ میگه 100 میلیون. خب الان کاوه کجاست؟ نمیدونم آقا. اینا که به ساسانم گفتی، چیز دیگه رو بگو. باور کنید نمیدونم. خب این که با اون حرف قبلیت فرق میکنه. حقیقتش بگو. من پولا رو گرفتم، قرار بود ماشین رو یه جای تحویل اون خانوم بدم، خانوم من یه جای برسونه، همین. میبینی ساسا متاسفانه داره درست میگه. میدونی هنه چرا داری من میبینی؟ آدم فروش ها؟ برای که قرار دیگه هیچ کس رو نبینی. گوشید چرا سه روز خاموش بود؟ گفتم که باید صبر میکردم تا آبا از آسیاب بیفته. پس بگو منو کردی سپر بلا. برادری که میگفتی این بود؟ اینجوری میخواستی جبران کنی کاوه؟ بیانصاف نباش، من ممکنه دیر بیام ولی میام. دیر نیا. دیر اومدی که الان آرش رو تخت بیمارستانه. دیر اومدی که اگه اون آدم خیر نبود الان آرش رو از بیمارستان انداخته بودن بیرون. حق با توه، ولی خود این قضیه هم مشکوکه. چی؟ اینکه از موقعی که تو میخوای جنسا رو بفروشی یه نفر پیدا میشه هزینه بیمارستان میده. خب این کجاش مشکوکه؟ کار خداست. شادرم کار بنده خدا. به هر حال خطتو باید بسوزونی. دو تا خط جدید میگیرم از اونها استفاده میکنم. یه چند روزی هم باید آفتابی نشیم. تو برو جای جنسا رو عوض کن. منم زنگ میزنم با اینا قرار مدار میذارم. از انبار که اومد بیرون انقدر از ماشینای مختلف پیاده شد و سوار شد که متاسفانه گمش کردیم. جناب سرهنگ البته هیچ کدومش سوء سابقه ای هم ندارن. فقط کاوه دانشجو انصرافی بوده. علت انصرافش هم مشکل مالی بوده انگار. چیزی که ذهن منو درگیر خودش کرده رابطه این سه تا آدم با مواد مخدری مثل شیشه است. و البته ارتباطشون با شبکه نارسیس. دقیقا. جنس هنوز تو انباره؟ هر دوشون تحت نظرن؟ بله بله. به چی فهم کنه جناب سرنگ؟ به حرکت بعدی این دوتا بچه. اونا میخوان جنس ها رو معامله بکنن، اما با کی؟ وقتی سوء سابقه ندارن و جنس ها رو از نارسیس دزدیدن، پس مشتری غیر از خود نارسیس نمیشناسن. البته امیدوارم نشناسن. خطاشون هنوز تحت کنترله؟ خطاشون سوزوندن. پس باید دست به حساب بریم چون ظاهراً رد پای ما رو حس کردن. الو. سلام بچه زرنگ. با شماره جدید زنگ میزنی؟ کارم و بلدم. با بد کسی در افتادی. یادم گفتی این کار نامردیه. نمره نامردی ما چنده استاد؟ میندازم از شاگرد تنبل. پاشو میخوری بچه جان. هر جا بری میام سراغت. نمیذارم آب خوش از گلوت پایین بره. من اگه جای تو بودم میرفتم سر اصل مطلب.
چقدر؟ این بار تو مالزی بالای 2 میلیارد پولشه، ولی من باید خوب حساب میکنم. نصف قیمت. خوش اشتها شدی گشنه گدا. جلو ضرر از هر کجا بگیری منفعت دادا. میترسم رو دل کنی؟ نترس، شما نترس. 300 تا کم میکنم. اهل چونه زدن نیستم، قبوله. یه آدرس واسه اسمس میکنم، پس برای شب بیا به این آدرس. فقط تنها بیا آقای بچه زرنگ، که اگه غیر از این باشه کلامون بد جوری میره تو هم دیگه. بذار تنها برم نارسیس، بهم اعتماد کن. اگه پلیس ها اونجا باشن چی؟ امشب اونقدر حرف زدیم که ردمون رو بزنن. اگه پلیس ها سر و کلشون تا صبح پیدا نشه یعنی ما بردیم. در ضمن کاوه شمارهشو عوض کرده. من میترسم ساسان. پول همیشه اون طرف ترسه. اگه به ترسی پول دار نمیشی. ببخشید میتونم اینجا بشینم؟ بله. اینجا بشینم. بفرم. ممنون. من شیوا رحیم‌پور هستم. دارم برای تحقیق پایان‌نامه‌ام واسه من دانشجو رشته ارتباطات هستم. دارم برای پایان‌نامه‌ام یه سری تحقیقات میدانی انجام میدم. راجع به شخصیت، روانشناسی شخصیت، تاثیر محیط بر شخصیت، فرهنگ ملی، منش ملی، نمیدونم از اینجور چیزا. می‌خوام یه گپ و گفت کوتاهی با هم دیگه داشته باشیم اگه میشه. ببخشید خانم، ولی من حوصله این حرفا رو ندارم. شما به من اجازه بدین من میتونم اسم شریف شما رو بدونم؟ شریف. بله. اسمم شریفه، شریف. بله آقای شریف. من خیلی وقتتون نمیگیرم. شاید تایم همین غذا خوردنتون چیزی میل دارین سفارش بدین. آقای شریف شما نرفتین؟ من بهتون دروغ گفتم، به کمکتون نیاز دارم، میتونم بشینم؟ بشین. من چند سال از همسرم جدا شدم، بعد دخترم با خانواده شوهرم زندگی میکنن، چند تا خیابون پایین ترن.
ازتون خواهش میکنم اگه میشه برین زنگ خونه‌شون رو بزنین. اینا جواب منو نمیدن. من میخوام ببینم دخترم اونجاست یا نه. اسمش سحره. بگید که پدر یکی از همکلاسیاش هستید. کلاس سوم دبستان. این چرا از اول نگفتی؟ از صبح دارم میگم هیچکی نیست به دادم برسه. وقتی شما رو تو رستوران دیدم حس کردم میشه بهتون اعتماد کرد. من کار دارم. خواهش میکنم، التماس میکنم، فقط 5 دقیقه وقتتون رو میگیره. فقط 5 دقیقه. اونجاست. واحد 4 طبقه 3. اسم دخترم سحر دولتیه. اون ساختمونه. من دیگه جلوتر نمیام. شریف نیستن خانم. الو الو کاوه کجایی؟ الو کاوه، این صاحب گاراژه میگه ما ماشین بابا رو قبول نمی کنیم. میگه اگه کنسرواتون کم بشه پای خودتونه. پاشو بیا اینجا ببین میتونی کاری بکنی. آدرس گاراژم میدان خراسان. شده. موبایل و ماشینم رو دزد زد. چی؟ کی؟ چطوری؟ جریانش مفصله، ولش کن. این شماره که بهت زنگ زدم اونو سیوش کن. تو چیکار کردی؟ کسی تعقیبت نکرد؟
نه فکر نکنم. اجازه هست؟ یه تو جناب سرنگ، دختره ماشین رو گذاشته توی گاراژ. میخوان مطمئن باشن که ما تعقیبشون نکنیم. دقیقاً، ما از طریق ردیابی که داخل ماشین بود با فاصله تعقیبشون کردیم. سرگرد بگو بچه‌ها آماده باشن. چشم حتماً. آقا مهدی. بله. بگو بچه‌ها آماده باشن. با عزتون. الو، ندا رسیدی؟ خیلی خوب، زنگ میزنم، زنگ میزنم. قصه من و تو قصه پدر ژپتو و پینوکیوه. خودم ساختمت، خودم هم خرابت میکنم. اگه من خراب کنی خودتو نابود کردی. مشکل من با تو از وقتی شروع شد که جای رفاقتو با نامردی عوض کردی. ساکو رد کن بیاد. سرنگ، دختره وارد گاراژ شد. بسیار خوب، تحت نظر داشته باشش. جناب سرنگ، بارو از دختره زدن. یعنی چی دزدیدن؟ شاید از افراد نارسیس باشه. ببین فروزش، ندا فعلا مهم نیست. تو فقط ماشین رو تعقیب کن. چی شد؟ ندا چی شدی؟ به تو به نیسانو دزدیدم. من بعدا به زنگ میزنم. چی؟
بالاخره کار خودتو کردی ها؟ نیسان کجاست؟ به کاهدون زدی پسر؟ اون ساکو بده به من. اون ساکو بده به من. رئیس طرف یه دختره داره کنسروا رو میفروشه به یه عمده فروشی. جناب سرگرد دیگه همه چی تموم شد. همین یکی رو کم داشتیم. شما چه دست رو میدین؟ فروزش تو برو دنبال دختره. بله بله. بردار دیگه کافه. شما فردا صبح اول وقت برو داخل عمده فروشی. بله جام سر. فرمایش. من صاحب این نیسانم. صاحب نیسانی؟ کدوم نیسان؟ اصلا تو کی هستی؟ به من دروغ نگو، خودم تعقیبت کردم. اشتباه گرفتی. دیدم که کنسروا رو فروختی. اه کنسرو چه؟ بهت میگم اشتباه گرفتی. گوش کن خانوم، یا حق منو میدی یا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. ببین آبجی، اینجا معلمونه، من توی معلا برو دارم، برو رد کارت. خانوم
کن. پای جون یه آدم در میون ازت خواهش میکنم درو باز کن. ببینیم من نه پلیس هم نه خلافکار، من فقط یه دانشجو هم، همه چیزم هم معلومه. شما هم که معلومه کی هستین. چی هستم؟ من ندا نوروزی هم، باید با اتون حرف بزنم. خواهش میکنم کمکم کنم. بیا تو. من آدم تو زندگیم زیاد دیدم. منظورم آدم خلافه. تو با قیافت نمیاد خلاف باشی. نیسان مال توه؟ نه. یعنی یه جورایی آره. شرمندتم آبجی. پیش پای شما فهمیدم که تو کنسروا چی بوده. به خاطر همین الان اینجا. ما دیشب اون نیسان رو دزدیدیم. از یه باند قاچاق شیشه. قرار بود که امشب به خودشون بفروشیم. که منم نیسان رو پیچوندم. ولی اونی که الان رفته سر قرار جونش تو خطره. ببین خانم، من نمیدونم چجوری منو پیدا کردی، قصه تو اون نیسان و اون مواد چیه، ولی به نفته که هر چه زودتر از اینجا بری. نمیتونم. تا حالا شده بخوای انتقام بگیری؟ تا حالا شده همه کس و کارت رو تخت بیمارستان افتاده باشه و تو کاری از دستت بر نیاد؟ تا حالا شده 4 سال از شهر خودت دور باشه توی شهر بیدر و پیکر آواره؟ خانم من خیلی تنها. به غیر از خدا فقط یکی رو دارم که اونم اصلا حالش خوب نیست. پس به خاطر خدا کمکم کن. من اصلا وقت ندارم. نمیتونم 10 روزه تموم برم بیام تا به شما ثابت کنم. پس ازت خواهش میکنم همین الان باورم کن. ما باید فردا صبح اول وقت اون جنسا رو پس بگیریم. ارث بابای من قاطی اون پولای کثیف شده. شوهرم به خاطر اون پولا داره از دستم میره. من فقط حقمو میخوام، همین. بقیهش هم اونقدر هست که تو رو خوشحال کنه. گفتی جون یکی در خطره. اسمش چیه؟ کاوه. پس اسمش کاوه است. من ماشین آقا کاوه رو دزدیدم، فروختمش مفت. چی؟ منم کافه تیر خوردم پشت قهوه خونم. فقط سریع بیا. اونه هاش اونه آرشه. من به دروغ نگفتم، فرصتشو نداشتم، ندارم. اسمت چیه؟ سونیا. حالا چی میگی سونیا؟ خالی بستم، آزادم. منم یه داشت دارم تو بیمارستان روانی بستنیه. Thank you.
تو که هنوز نخوابیدی. خوابم نمیبره. منم جای تو بودم زورم میگره بهم رکب بزنه. اگه آدم فروشی نکنی، اگه آمار ترانزیت های نارسیس در بیاری، پول خوبی گیرت میاد. مثل اینکه ترمز بریدی یا نه؟ حالا که تا اینجا آمدم باز برم تا تش. یکی بهم گفت آدم این قصه ها نیستم، میخوام ثابت کنم که هستم، میخوام تمومش کنم همه رو یه جا. ساسانو میخوای چیکار کنی؟ اون تو مشتم، عمل اوناشو بلدم، پیداش میکنم. فهمیدی نارسیس امیرو کشت؟ کشت؟ آره، وقتی داشت وسایلش جمع میکرد ساسان گرفتش، سراغ تو هم گرفتن. گفته نمیدونم، فقط میدونم قرارمون سر پل و بس. اونام نامردی نمیکنن و